این بیماری هولناک ناشناخته ویروس کرونا جهان رو تکان داده، تا جایی که بازار بورس ایالات متحده آمریکا، بازار بورس نیویورک 10% در 3 روز کاهش پیدا کرده. بیماری از چین آغاز شده ولی امروز در بسیاری از کشورهای جهان، در همه قاره ها جز اون قاره یخزده جنوب کره ارض، همه جا دامنگیر شده، به ایران هم رسیده. در اروپا، ایتالیا، فرانسه و چند کشور دیگر رو در بر گرفته. هیچ آشنایی هم دانشمندان و پزشکان با این ویروس ندارند. در جستجوی یافتن راهی برای جلوگیری از گسترش این ویروس هستند. ولی روز به روز آشکار می شود که این ویروس که از حیوانات، از موش و حیوانات دیگر به ما رسیده، پیامدهای هولناکی خواهد داشت تا اینکه شاید راهی برای جلوگیری از آن بیابیم. این نخستین بار در تاریخ جهان نیست که ما با یک بیماری هولناک جهانگیر روبرو هستیم. پندمیک به اون میگویند. اپیدمیک موقعی است که یک اپیدمی یک بخشی از دنیا رو، کشوری رو در بر میگیره، ولی پندمیک یا جهانگیر زمانی است که یک بیماری در سرتاسر جهان گسترش پیدا میکنه و بیم و هراس از مرگ میره بسیاری از انسان ها به وجود میآید، به ویژه در این دنیای امروز که مردم سفر میکنند، مردم در ارتباط با یکدیگر هستند. بیم و هراس بسیاری رو پدیدار ساخته، تا جایی که ژاپن از این دولت ژاپن از این سخن میگوید که شاید المپیک ژاپن رو تعطیل کنه. این نخستین بار است که چنین پدیده ما در دنیا روبرو میشویم. شوربخت و همان گونه که گفتم به ایران هم رسیده. آگاهی هایی که دولتیان در اختیار مردم در ایران قرار میدهند بسیار بسیار اندک و ساختگی است، مانند آنچه که درباره موشک زدن به هواپیمای اوکراینی گفتند، مانند آنچه درباره سیل ها و زلزله ها در این 40 سال به خورد مردم دادند. روی هم رفته انبوهی از دروغ، در واقع صنعت دروغی که در کشور ما سالیان درازی، صده هاست، دهه هاست جریان داره، اینک از راه دولتیان و سرپرستان دولت در دسترس مردم قرار میگیره، برای اینکه به مردم بگویند که ما همه چیز رو زیر کنترل خود داریم. البته این ویژه تنها ایران نیست، در کشورهای دیگر هم این گونه دروغ پردازی ها و راست نگویی به مردم بسیار رایج هست، پیوند هم با سیاست داره. سیاستمدار بخشی از هویت خودش رو در دروغ پردازی پدیدار ساخته و راهی هم جز این نداره. یعنی سیاست یعنی بازی با مردم و طبیعی است که سخنانی به خورد مردم میدهند که با راستی زاویه داره. همان گونه که گفتم این نخستین بار نیست که چنین گرفتاری در جهان پدیدار شده. برخی میگویند که شاید این ویروس همتای آن ویروس طاعون خیاری باشد که در اروپا در میانه سده 14 نزدیک به 30% یا 1/3 مردم اروپا رو از میان برد و تبایای زیادی رو به بار آورد. ماجرا از این است که در تاریخ ها نوشتند که این بیماری، بیماری طاعون سیاه، مرگ سیاه یا طاعون بزرگ، همه اینها در نام هایی که در تاریخ آمده، از راه بازرگانی از چین و ویتنام امروز و شاید از هند به اروپا رسیده. امروز می دانیم که این ساختگی است و از این روز که من شما رو به یک سفر تاریخی می برم و درباره ایران هم در این زمینه با شما سخن می گویم. آنچه که امروز می دانیم، با اینکه دانش ما درباره گسترش این طاعون ویژه
بسیار اندک است، اسناد کم هست. آنچه که میدانیم این است که این طاعون، همین ویروس طاعون خیاری یا طاعونی که در اروپا گسترش پیدا کرد، نزدیک به شاید 60 سال پیش از آن که به اروپا برسد، در بخش‌های مرکزی آسیا یا در جنوب شرقی، جنوب غربی چین یا جنوب شمال غربی چین، یکی از این دو منطقه در استپای آسیا پدیدار شد. این گونه که گواهی‌های تاریخی در دست ماست، نخست در میان مغولان پدیدار شد و در جنگ‌هایی که میان مغولان و چینی‌ها در اون هنگام پیش از چنگیز در جریان بود، چون مغولان و چینی‌ها همواره در جنگ بودند، این دیوار بزرگ معروف چین رو برای جلوگیری از آمدن مغولان ساختند. در این جنگ‌ها به گونه این بیماری در میان چینی‌ها گسترش پیدا کرد، تا جایی که اسناد تاریخی نشان می‌دهد در 1331، اسناد تاریخی گزارش‌هایی که در اون دوران به جای مانده، در سال 1331 میلادی، نزدیک به 120 سال پیش از طاعون اروپا، طاعون بزرگ، همین طاعون در یکی از دو امپراتوری بزرگ چین فراگیر شد، امپراتوری یوان، تا جایی که نزدیک به 90% مردم در یکی از مهمترین بخش‌های امپراتوری از میان رفتند و بسیاری بر این باور هستند که این زمینه‌ای شد برای نیرومندتر شدن مغولان. آنچه که امروز، آگاهی‌هایی که امروز در دست داریم و می‌توانیم بگوییم که روی هم رفته، پذیرفتنی است، اگرچه آگاهی‌های بسیار اندکی از اون دوران در دست است. بر پایه آماری که در دست ماست، روی هم رفته مجموعه کشور چین یا سرزمینی که امروز کشور چین است، در سال 1200 میلادی نزدیک به 120 میلیون نفر شهروند داشته. شهروند البته نه به معنای سیتیزن، ولی باشندگان این سرزمین بزرگ بودند. سرزمینی که از خوتن تا مرزهای دریایی شرق چین رو در بر می‌گیره. سرزمین بزرگ چین در اون زمان، در سال 1200 میلادی، 800-900 سال پیش، 120 میلیون جمعیت داشته. این برآوردی است که از نوشتارهای تاریخی در دست ماست. اما در سال 1393 میلادی یک آمارگیری بسیار پایه‌ای در اون سالها روی داده، نه اینکه آمارگیری بسیار علمی باشد، ولی روی هم رفته آمارگیری بوده از سوی امپراتوری چین که جمعیت چین رو 65 میلیون برآورد کرده. یعنی در این 200 سال جمعیت چین به نیمی از جمعیت گذشته خودش رسیده. یعنی این کشتار طاعون در چین، در چین بزرگ، چنان بوده که نیمی از جمعیت چین رو از میان برده و برخی از پژوهشگران تاریخ در این باره داوری میکنند که بخشهایی از آسیای میانه بدون مردم شده، یعنی هیچ کسی در اونجا باقی نمونده. یکی از پژوهشگران تاریخ در این باره درباره همین بیماری طاعون بزرگ، این رشته طاعونی که به طاعون خیاری معروف است، میدونید که یا شاید آگاه باشید که گروهی از مسیحیان از راه ایران به مرزهای چین رفتند، در سرزمینی که امروز قرقیزستان است، در کنار دریاچه ایسیک‌کول. اینها یک
در واقع جایگاهی داشتند و نستوریان به اینها میگفتند. اینها نستوری یا اینها پیروان یکی از کشیشان بودند از کلیسای رسمی رانده شده بود و از راه ایران اینها رفتند به چین. در اون هنگام در کنار دریای ایسیکول یک سرزمینی داشتند، در اونجا زندگی میکردند. نزدیک به 95% کسانی که در این جا بودند بر پایه اسناد تاریخی که تردیدی در اونها نیست از میان رفتند. در میانه سالهای 1338 و 1339 میلادی. چرا این سالها مهم هست؟ سالها مهم هست برای اینکه آغاز طاعون بزرگ اروپا، این مرگ سیاهی که اروپا رو دگرگون کرد، ویران کرد، بخش بزرگی از اروپا رو از میان برد، آغاز اون در سال 1347 میلادی است. خب این تاریخ ها رو با هم نگاه کنیم. در 1338-39 میلادی در کنار دریاچه‌ای که امروزی که زیباترین جایهای دیدنی قرقیزستان به شمار می آید، تقریبا همه نستوریان مسیحی از میان رفتند. نستوری یا نستوری هر دو در تاریخ ها آمده. من به این که نستوری باشد یا نستوری بهایی نمیدهم، ولی بر هر روی بسیاری از اینها در اون کنار دریاچه از میان رفتند و در کارهای تاریخی که بعدها صورت گرفته جنازه‌ای بسیاری از اونها یافت شده. اندکی پس از آن، یعنی نزدیک به 9 سال 8 سال پس از این رویداد، طاعون هولناک اروپا رو میداد. این طاعون در آسیا و خاورمیانه کشتار بیشتری از اروپا کرده، اما چون در اون زمان در اروپا ما با نوشتار بیشتری روبرو هستیم، با پژوهشگران تاریخی بیشتری روبرو هستیم، آگاهی های بیشتری از طاعون سیاه اروپا و کشتاری که در اروپا کرده و پیامدهای اون در دسترس ماست. به ویژه اینکه پیامدهای اون مهم است که به اون خواهم پرداخت. طاعون سیاه اروپا از کجا آغاز شد؟ خیلی این نکته بسیار بسیار مهمی است که من با شما در میان میگذارم. در سال 1344، در اکتبر 1344، 12 کشتی بازرگانی از دریای سیاه، یعنی از دریای سیاه آمده بودند. در اکتبر 1344 میلادی این کشتی ها که از دریای سیاه آمده بودند با کالاهای بازرگانی که بیشتر از آسیا آمده بود، اینها وارد بندر مسینا در جزیره سیسیل شدند. کسانی که در بندر در انتظار این کشتی ها بودند، هنگام این کشتی ها وارد بندر شدند، دریافتند که بیش از 90% کارکنان این کشتی ها مردند و اون 10% دیگری که در این کشتی ها هستند در حال مرگ هستند. این کشتی ها رو از بندر راندند، برخی از اونها رو سوزاندند، ولی کار به انجام رسیده بود. یعنی این بیماری به اروپا رسید. این بیماری از دریای سیاه از راه 12 کشتی بازرگانی که به نادرست در برخی از نوشتارهای تاریخی آمده از آسیا آمده بودند، اینها بیماری رو وارد اروپا کردند. در سال 1344 میلادی، میانه سده 14، بیماری از سال 1347 تا 1351 در میانه سده 14 کشتار کرد در اروپا. کشتاری گسترده، کشتاری بیمانند. در تاریخ چیزی مانند این کشتار به دست ما نرسیده. شوربختا که این کشتار روی داد، ولی خوشبختانه اسناد این کشتار گسترده، این مرگ و میر ویرانگر در دسترس ماست. یعنی اروپایی ها این رو بسیار بسیار مستند کردن، به ویژه از راه کشیش ها، واتیکان و
دستگاه کاتولیک تنها دین چیره در اروپا در اون هنگام بود. چرا این 12 کشتی تأثیر در دگرگونی جمعیتی در اروپا گذاشتند؟ اندکی بازگردیم به گذشته، بازگردیم به تاریخ پیش از آن. تاریخ ها رو خوب در نظر بگیرید. این کشتی ها در سال 1344 میلادی به این بندر در جزیره سیسیلی وارد شدند در ایتالیا. در سال 1343 میلادی بار دیگر تکرار میکنم، در سال 1343 میلادی کشتی ها در سال 1344 میلادی وارد بندری در سیسیلی شدند. در سال 1343 میلادی کوشش مغولان برای گرفتن کریمه با شکست روبرو شد، اما کریمه رو گرفته بودند و همه گواهی های تاریخی در این است که این بیماری از راه مغولان به شبه جزیره کریمه آمده و سپس کشتی های بازرگانی از دریای سیاه و شبه جزیره کریمه راهی سیسیلی شدند. بنابراین نیرویی که این بیماری رو به اروپا آورده به طور غیر مستقیم کشورگشایی مغولان هست. خب پرسش در این است که این کاری که مغولان کردند آیا بر ایران هم تأثیر نهاد؟ من به این خواهم پرداخت. این رو اندکی درنگ کنیم و برگردیم به ویرانی که و پیامدی که این طاعون بزرگ در اروپا پدیدار ساخت. طاعون بزرگ همه اروپا رو تا سرزمین های شمالی اروپا، نروژ و سوئد و همه رو در بر گرفت و بریتانیا امروز رو بین 30 تا 40% مردم اروپا از میان رفتند، به گونه ای که هزینه زندگی بسیار سرسام‌آور شد، برای اینکه ارزش کالاها بالا رفت. بسیاری بر این باور هستند که این آغاز کوشش برای آوردن بردگان به اروپا شد، یعنی کوششی که نیروی کار تازه به اروپا سالهای پس از اون آورد. اما پیامد دیگری در پی داشت. هنگامی که این طاعون فراگیر شده بود، دستگاه کلیسا چنین میگفت که این لعنت خداوند است که بر شما کافران آمده، و به راستی مردم گریه میکردند در خیابانها و آمرزش از کلیسا میخواستند. یکی از قربانیان بزرگ یا دو گروه از قربانیان بزرگ این طاعون یهودیان و کولیان بودند. اینها رو زنده زنده می سوزاندند، برای اینکه ارباب کلیسا می گفتند که این بیماری رو یهودی ها و کلیسی و کولی ها در دنیا گسترش دادند و اینها رو می سوزاندند و جنایاتی در این راستا از سوی کلیسا روی داد. بسیاری از کشیش ها به مردم می گفتند که این بیماری از این روز که شما خداشناس به اندازه کافی نیستید، و مردم گروه گروه به کلیساها پناه می بردن تا اینکه خود کلیسا هم کانونی شد برای گسترش این بیماری. در کنار هم قرار گرفتن مردم در کلیساها نه تنها مردم رو گرفتار این بیماری کرد، کشیشان رو هم گرفتار این بیماری کرد و در بسیاری از بخشهای اروپا کلیساها رو می سوزاندند. این افسانه که گویا کلیسا و پاپ، اون موقع کلمنت پاپ بزرگ اروپا بود، پاپ اعظم به شمار می آمد، یا پاپ بود در واقع، بزرگترین رهبر دینی به شمار می آمد، در دوران او بود که این رویداد هولناک در اروپا در گرفت و بسیاری از مردم درباره باورهای دینی خودشان بدگمان شدند. این کلیسایی که چنین سخن می گفت یهودیان رو می سوزاند، کولی ها رو آتش می زد، می گفت این بیماری از بیرون به ما رسیده و تنها نیرویی که می تواند از شما پاسداری کند کلیسای کاتولیک است. خود کلیسای کاتولیک هم در این راستا با
بسیاری از مردم خودش رو یا رهبران خودش رو از دست داد. هنگامی که بیشتر مردم اروپا در اون هنگام، شاید نزدیک به 90% مردم اروپا در اون هنگام کاتولیک بودند، نزدیک به 35% جمعیت همراه با کشیشان از میان میروند، باورهای مردم تکان میخورد. شاید این رویداد که در میانه سده 14 میلادی روی داده، در پدیدار شدن یا در شکست مسیحیان در قسطنطنیه بی تأثیر نبوده. یعنی نیروی مسیحی اروپا که کلیسای کاتولیک اون رو رهبری می کرد، در این دوره چنان ضربه‌ای خورد که سرانجام در 1453 میانه سده 15، 100 سال پس از این رویداد، قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح گشوده شد و یک ضربه بزرگی بر این بنیادهای ایمانی که کلیسای کاتولیک از دوران قرون وسطا تبلیغ می کرد که کلیسا همه چیز شماست، خداوند در سایه کلیسا شما رو پناه خواهد داد، یه ضربه بزرگی، ضربه دومی بود که به کلیسای کاتولیک وارد شد. یعنی ضربه نخست این بیماری طاعون بزرگ بود، ضربه دوم سقوط قسطنطنیه و سرانجام در 1517 اعلامیه 92 ماده‌ای یا 95 ماده‌ای لوتر و آغاز جنبش پروتستانیسم و سپس پیدایش دانش‌های نو. اینها آغاز جنبش مدرنیته در اروپا شد. با این هزینه‌ای که جامعه بشری پرداخت کرد، یک دستاورد به وجود آمد و اون دستاورد مدرنیته بود. ساختار دین تکان خورد، ارزش‌های دینی در اروپا فرو ریخت، جایگاه کلیسای کاتولیک که انحصار مطلق بر دین و دولت داشت و دولت رو هم داشت، همه چیز رو داشت، زمین‌ها رو اداره می‌کرد، مالکیت بر زمین‌ها رو در کشورهای بعدی اروپا در دست داشت، این تکان خورد، ضربه خورد. در این سه رویداد بزرگ، طاعون بزرگ، سقوط قسطنطنیه و سپس آغاز جنبش پروتستانیسم از سوی لوتر و از همه اینها مهمتر آغاز دانش‌های نو، دستاوردهایی که کوپرنیکوس و دیگران در راستای دریافت اینکه زمین کانون جهان نیست به دنیا ارمغان کردند. در همون دوران لوتر پیدایش صنعت چاپ، برگرداندن انجیل به آلمانی که مردم بتوانند از زبانی که با اون آشنا هستند این انجیل رو بخوانند و چاپ انجیل از سوی گوتنبرگ، همه اینها اروپا رو تکان داد. من نمیخوام بگویم که تا اون شاید چیز خوبی برای اروپا بود، بسیار بسیار پلید بود، بسیار دردناک بود، ولی پیامدی که به جای گذاشت، برخی من میگوید شما نگویید پیامد، پیامد درست، هر دو درست است. آن چیزی که به جای گذاشت، به جای نهاد، پس از 200 سال ارمغان این رویدادهای دردناک، گسترش مدرنیته اروپا و سرانجام سکولار شدن اروپا و پدیدار شدن ساختارهای شهریاری در اروپا بود. بازگردیم به آغاز این ماجرا، بازگردیم به پیدایش این بیماری که اشاره کردم از سرزمین‌های شرقی چین آغاز شده، از سرزمین‌هایی که استپ‌های آسیا به شمار می‌آمدند. برخی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که نزدیک به 300 ایل آسیایی، ایل‌های آلتاییک در این دوران از میان رفتند. یعنی اصلا یک نفر از این دسته ایلی به جای نماند، نامی از اینها دیگر در تاریخ به چشم می‌خورد. شوربختا که آگاهی‌های ما از این دوران به ویژه درباره آمدن این بیماری به ایران بزرگ اون زمان، خراسان بزرگ و ایران بزرگ اون زمان
و سرزمین‌های پیرامون ایران بسیار اندک است. من تا چند سال پیش بر این گمان و باور بودم که شاید این بیماری در ایران کشتاری رو که در اروپا کرده نکرده باشد. راست این است که پس از یادآوری که یکی از دوستان به من درباره یکی دو سندی که اینجا و اونجا یافته بود و خوانده بود، برام شدم که بیشتر در این باره بخوانم و دریافتم که نه، چنین نبوده. این بیماری به ایران هم رسیده همراه با مغولان و در ایران هم کشتار کرده، کشتار گسترده. دیشب که برای این برنامه امروز خودم رو آماده می کردم، به یادم آمد که یک کتاب کهنی در کتابخانه من هست به نام جریدت العجایب و فریدت القرایب. این کتاب در سده 14 میلادی، گمان می کنم در سال 1335-36 میلادی یا 1140 میلادی نوشته شده، تاریخش دقیق نیست، در همون دوران این طاعون، درست دوران این طاعون. این کتاب به عربی است، هیچگاه به فارسی برگردانده نشده، تا آنجایی که من آگاهی دارم به انگلیسی هم برگردانده نشده. نویسنده کتاب ابو حفص زین الدین عمر ابن مظفر ابن الوردی است که در تاریخ‌ها به نام ابن الوردی شناخته شده، یک نویسنده تاریخ پژوه و جغرافیدان عرب سوری است و کتاب رو به عربی نوشته. درست در دوران این طاعون، دورانی که هنوز طاعون به اروپا نرسیده، ابن وردی در سال 1349 میلادی در حلب به همین بیماری طاعون در می‌گذرد. یعنی مردی که یکی از گزارشگران تاریخی درباره این طاعون در آسیا و خاورمیانه پیش از رسیدن اون به اروپا است، خود او به این بیماری درگذشته. گزارش های او درباره این بیماری در سرزمینی که در اون زمان ایران بوده و شمال ایران در سرزمین هایی که جنوب روسیه به شمار می آیند امروز یا جمهوری های پیشین روسیه هستند، بسیار شگفت‌آور هست در این کتاب. جالب اینجاست که برپایی این سند و سندهای دیگری که ما در دست داریم، آخرین ایلخان مغول یعنی ابو سعید بهادر خان فرزند اولجایتو، نخستین یا شاید نگویم نخستین، یکی از ایلخانان مغول است که مسلمان شد، شیعی شد، دوباره سنی شد و سپس در پایان به آیین نیاکانی خودش بازگشت. سلطان محمد خداونده نامش بود، نام مغولیش اولجایتو بود، مسلمان که شد نامش شد سلطان محمد خداونده، فرمان روای ایران بود، پادشاه ایران بود و با فارسی آشنا بود، به فارسی سخن میگفت و در دربار او زبان فارسی گسترش پیدا کرده بود. آخرین پادشاه ایلخانی، آخرین ایلخان که هرگز نام مغولی نداشت و از آغاز نام فارسی بر او نهاده بودند، بهادرخان، ابو سعید بهادرخان، او در سال 1335 میلادی به همین بیماری طاعون درگذشت. ما دانسته های زیادی رو در دست نداریم که در دوران ایلخانان مغول، در پایان کار ایلخانان مغول، هنگامی که آغاز گسترش این بیماری هولناک است، چند تن از مردم ایران در این دوران از میان رفتند. آنچه که میدانیم در این است که در بخش‌های از ایران در دوره پایانی ایلخانی چنان شماری از مردم از میان رفته بودند که سپاه ایلخانی، بازماندگان ایلخانان
توان جلوگیری از آمدن تیمور رو نداشتند. و این جهانگشایی تیمور که در تاریخ آمده بیمانند هست، به راستی باید گفت چندان در برابر او هم جنگی در نمی گرفته، زیرا بسیاری از مردم سرزمین هایی که تیمور از بخش از خراسان بزرگ به اونها تاخته، اینها بخش های زیادی از مردم خودش رو از دست داده بودند. آگاهی ها در این باره اندک است، ولی هنگامی که ما این گواهی های تاریخی رو در کنار هم قرار می دهیم، به ویژه این کتاب بسیار ارزشمند ابن الوردی که امیدوارم کسی بتواند این کتاب رو از عربی به فارسی برگرداند، چون خواندن عربی چندان ساده نیست، در این کتاب بسیاری از رویدادها در این باره آمده و اینکه خود او هم به همین بیماری در حلب، در سوریه امروز، در گذشته گواهی بر این است که این بیماری رو از سرزمین های شرقی چین مغولان با خودشون به بخش های دیگر آسیا از جمله ایران آوردند و از اونجا به کریمه بردند و در اونجاست که از راه بازرگانی این بیماری به اروپا آمده و در اروپا پیامد اون بسیار هولناک بوده. یکی از دلایلی که این بیماری در اروپا چنین کشتار هولناکی کرده و شاید در آسیا این کشتار به اون اندازه نبوده، انبوه تمرکز شهرنشینی در اروپاست که شهرهای بزرگ در اون هنگام در اروپا پدیدار شده بوده و چون مردم نزدیکتر به هم بودند، این کشتار گسترش بسیار بیشتری داشته. این پدیده تاریخی یا این پیشینه تاریخی این طاعون است. طاعون بیماری است که میآید و میرود، یعنی یک نوع ویروسی است، مانند همین ویروسی که امروز دنیا رو در بر گرفته و چند ویروس دیگری که چند سال پیش در دنیا گسترش پیدا کرده. ویژگی ویروس در این است که مانند میکروب نیست، ویروس میآید و سپس میخوابد و دوباره باز میگردد. این طاعون در ایران چندین بار بازگشته، کشتار به اندازه طاعون بزرگ میانه سده 14 نبوده، ولی اسناد تاریخی امروز خوشبختانه ما در دست داریم که گواهی از گسترش طاعون در دوران صفوی و دوران پیش از صفوی، در دوران پایانی آقویونلوها و قراقویونلوهاست. آقویونلوها بگیشه کتابی در دست ماست، بسیار ارزشمند از این کتاب. من بارها از این کتاب یاد کردم، به نام تاریخ عالم‌آرای امینی از فضل الله روزبهان خنجی اصفهانی. فضل الله روزبهان خنجی اصفهانی، به نام فضل الله روزبهان خنجی بیشتر شناخته شده است. اصفهانی بودنش روشن است، ولی چون خنج در فارس هست، این هم مال خنج بوده هم اصفهان. در بخشی از این کتاب، حالا دیگر ما از اون دوره تاریخ میانه سده 14 دور شدیم، رسیده ایم به دوران پیش از فراز شاه اسماعیل صفوی، یعنی در دوران پایان سده 15. یعنی این بیماری طاعون که آمده از راه مغولان دنیا رو گرفته، همراه با دیگر آنچ کارهایی که مغولان در جهان کردن، این طاعون رو هم به اروپا و به ایران ارمغان آوردند. افسون بر این، ما نگاه میکنیم به این که در دوره صفویان هم دوباره این طاعون به ایران آمده. نمیدانیم از کجا به ایران آمده، اما به ایران آمده. در این تاریخ عالم‌آرای امینی درباره رویدادهای سال 891 هجری، 1380 1486 میلادی و
بخشی است که بسیار خواندنی است. این درباره آخرین فرمانروای آقایونلو است پیش از دوره صفوی. شاه اسماعیل صفوی در آغاز سده 16 میلادی، در همون نخستین سالهای سده 16 میلادی، تبریز رو گرفت و پادشاهی خودش رو آغاز کرد. این سند مربوط است به 14-15 سال پیش از این دوران، آخرین دوران پادشاهی آقایونلو. میگوید که خروج رایاد همایون از دارالسلطنه تبریز، چون تبریز پایتخت بوده، صبح روز دوشنبه 24 جمادی الاولا بود. تاریخ ها خب تاریخ های عربی است و تاریخ های اسلامی است. ببینید بسیار هم شیوا فارسی زیبایی در این به کار برده شده. در منزل میدان خبر رسید که امیر اعظم کامکار شجاع الدوله سلیمان بیگ از قشلاق وان در اون موقع بخشی از وانی که امروز بخشی از ترکیه است، بخشی از این فرمان روایی آقایونلوها بوده، بیرون آمده متوجه اردوی همایون است. امر عالی نفاذ یافت، نفاذ یعنی نفوذ یا تأثیر بسیار یافت، که امرای کامکار عازم استقلال آن امیر صاحب جلال گردند. امیر نامدار 28 شعبان در یورت اوجان به شرف سعادت مجلس همایون مشرف شد و در اوائل رمضان که نزول همایون در حوالی قصر اوجان بود، از داروغه ها و محتسبان تبریز خبر رسید. شاه از تبریز آمده بیرون، رفته به استقبال امیری که یکی از مهمترین امیران اوست در این قصر اوجان، در همون سرزمین هایی که امروز میان ایران و ترکیه، جنوب ترکیه است. میگه محتسبان تبریز و داروها خبر دادند که هوای دارالسلطنه تبریز که روحنگیز و حیات آمیز بود تعفن یافته و موت احمر همچون آتش سوزان بر کوه سرخاب تافته است. وبال وبا در مردم فتاده و تا اون دست فتاکی و پای بیباکی گشاده، خوبان که از خال رخساره ایشان دلها مفتون بودی، اکنون از دانه طاعون بر چهره ایشان جگرها پرخون است. هر تاجر که زر سرخ در بغل داشتی، اکنون ماده پرخون در زیر بغل دارد، و هر جوان که به رونت گردن برافراشتی، اکنون از تاب مرض عفونت هر دم گردن پیش نیش آرد. بسیار زیبا این رو نوشته، ولی میگوید که در 15 سال پایانی پادشاهی آقایونلوها، پیش از آمدن صفویان، این بیماری طاعون در ایران در تبریز بیداد میکرده. و جالب اینجاست که پژوهش‌های تاریخی به ما نشان میدهد که این بیماری طاعون در ایران همراه با پایتخت شدن شهرها گسترش پیدا می‌کرده. یعنی هنگامی که تبریز پایتخت بوده، در تبریز گسترش پیدا می‌کرده از راه سربازان و رفت و آمدها و غیره. و سپس هنگامی که این پایتخت در دوره صفوی به اصفهان می‌رود، طاعون در اصفهان کشتار کرده. ما در نوشتارهای تاریخی سندهای زیادی درباره طاعون در شهرهای ایران در دوره صفوی خوشبختانه در دست داریم، بدبختانه در دست داریم. یعنی بدبختانه این رویدادها بوده، ولی خوشبختانه این بر روی این داده‌های تاریخی به ما رسیده. ما در دوره قاجار هم نمونه‌هایی از طاعون رو داشتیم که این طاعون هرگز به درجه کشتار طاعون
طاعونی که از مغولها به ایران رسید، به سرتاسر جهان رسید، در دست نداشتیم. در تاریخ کشورگشایی و کشورسوزی و ویرانگری مغولان رو بارها آوردند، اما کمتر به این پرداخته شده که این بیماری هولناک طاعون بزرگی که یک سوم جمعیت اروپا و بخش بزرگی از مردم آسیا رو از میان برد، از راه مغولان سفر کرده و به شبه جزیره کریمه و سرانجام به اروپا رسیده و ایران رو هم در بر گرفته که به اون اشاره کردن. امروز با گرفتاری دیگری روبرو هستیم. خوشبختانه دانش بشری بسیار گسترش یافته، توانایی های دولت ها، توانایی پزشکی برای درگیر شدن و جلوگیری از گسترش یک بیماری به هیچ روی مانند میانه سده 14 و یا دوران های دیگر اروپا نیست. ما با دنیای پیشرفته ای روبرو هستیم که در اندک زمانی می توانند یک بیماری رو مهار کنند. ایدز یک زمانی کشدار می کرد، امروز مهار شده است. ایبولا یک دورانی کشدار کرد، در بخش بزرگی از اروپا و به کشورهای دیگر هم رسید، امروز مهار شده و ویروس اون رو هم یا پاد ویروس اون رو هم واکسن اون رو هم ساختن. این بیماری تازه هم سرانجام مهار خواهد شد. گرفتاری در این است که ما در یعنی مردم ما در کشوری زندگی می کنند که رهبران اونها به اونها دروغ می گویند. هیچ اعتمادی به سران این دولت نیست. به جای راستگویی، به جای پرداختن به این که آری این بیماری به ایران هم رسیده، مانند همان گونه که در گذشته ایدز رو در ایران کتمان می کردند، گسترش این بیماری رو هم دربارهش دروغ می گویند. افزون بر این، کشور جمهوری اسلام، دولت جمهوری اسلامی بر پایه عبادت، بر پایه وفاداری به ولی فقیه، بر پایه ایمان بنا شده، نه بر پایه تخصص. حتی در همون دوران آیت الله خمینی می گفتند مکتبی بهتر است از متخصص. دانشگاه ها رو پالایش دادند، پاکسازی کردند. هم امروز هم شما اگه پزشک بهایی باشید جایگاهی در این حکومت ندارید. اگر یک پزشک مسیحی باشید جایگاه پستری از یک پزشک شیعی دارید. کشور ما بر پایه تخصص بنا نشده. عده مفتخور، دزد، دروغگو بر پایه روابط بر جایگاه قدرت نشستند و به مردم دروغ میگویند. من درباره پیامد این بیماری در ایران بسیار بسیار نگران هستم. برخلاف چین یا کشورهای دیگر، ایران دارای توانایی، دارای درایت جلوگیری از گسترش این بیماری نیست. با مردم دروغ خواهند گفت، شهرها رو قرنطینه نخواهند کرد به دلایل ایمانی، مذهبی، به دلایلی که رهبر دستور نداده، تا اینکه شاید در بیت رهبری 2-3 نفر این بیماری رو بگیرند، اون وقت رهبر به فکر این بیفتد که جلوی این بیماری رو بگیره. ما با گرفتاری بزرگی در این راستا روبرو هستیم. کشور ما در دست کسانی است که بهایی به زندگی، جان و مال مردم نمیدهند و اینک این بیماری خانمانسوز، این بیماری کشنده در جهان در حال گسترش است. من بسیار بیمناک هستم که شاید کشتاری مانند طاعون گذشته، طاعون سیاه، طاعون بزرگ در دوره مغولان، در دوره پایانی مغولان بار دیگر در ایران رخ بدهد. امیدوارم که من نادرست بیندیشم، امیدوارم که سخن امروز من نادرست باشد، اما این بیم و هراس در دل من هست. امیدوارم که این بیم و هراس من نادرست باشد. تا برنامه آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.